وزارت دفاع آمریکا پنتاگون چهارشنبه اعلام کرد دومین ناوگروه ضربت وارد منطقه مسئولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده شده. جمهوری اسلامی جزو کشورهای تحت رصد سنتکام است. این اقدام آمریکا در پاسخ به ادامه تهدیدات جمهوری اسلامی و گروه نیابتیش حزب الله لبنان است. برای جزئیات بیشتر همکارم فرهاد پولادی از وزارت خارجه آمریکا با ماست. فرهاد، درود بر تو. با فروکش نکردن گفته مقامات تهران در گرفتن انتقام از اسرائیل و آمریکا به بهانه کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، پنتاگون توان نظامی خودش رو داره افزایش میده. دقیقا همینطوره آریان. دومین ناوگروه ضربت وارد منطقه مسئولیت سنتکام شده که جمهوری اسلامی هم جزوش هستش. فعلاً تدی روزولت در منطقه هستش و الان هم ابراهام لینکن اضافه شد و خانم سابرینا سینگ معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا همون پنتاگون دیروز توضیحاتی رو در این باره و هدف از این حضور رو گفت. U.S. Central Command announced that the USS Abraham Lincoln. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که ناو هواپیمابری USS ابراهام لینکلن مجهز به هواپیمای F-35 وارد منطقه تحت رصد سنتکام شد. دستور ورود این ناو هواپیمابر به این منطقه توسط وزیر دفاع آستین اوایل این ماه جاری صادر شد. این اقدام به عنوان بخش از آرایش مجدد گسترده نیروی نظامی ایالات متحده در خاورمیانه برای بهبود حفاظت از نیروهای ایالات متحده مستقر در منطقه و همچنین افزایش توان دفاع از اسرائیل و اطمینان از آمادگی ایالات متحده برای پاسخگویی به طیف وسیع از موارد احتمالی صورت گرفته است. مجدداً ما همچنان بر تلاش‌ها برای تنش زدایی در منطقه و در عین حال تمرکز بر دستیابی به آتش بس به عنوان بخشی از توافق آزادی گروگان‌ها در بند حماس و پایان دادن به جنگ در غزه متمرکز هستیم. خب آریان، یک ناوگروه ضربه شامل ناو هواپیمابر هستش که الان F-35 رو ابراهام لینکلن به خودش حمل میکنه. F-18 هم در ناو هواپیمابر تدی روزولت هستش. این ناوگروه های ضربتی علاوه بر ناو هواپیمابر ناو هلیکوپتر بر هم دارن، یک رزمناو دارن، دو تا ناو چکن هستش همراهشون، یک ناوچه هستش و یک ناو تدارکاتی و بعضن زیردریایی که آمریکا هم ایشتر اعلام کرده بود که زیردریایی با سوخت هسته‌ای جورجیا رو که دارای یا مجهز بهتر بگم به موشک های هدایت شمنده یا همون کروز هستش رو هم به منطقه فرستاده. هر ناوگروه ضربت حدوداً 7500 الی 8000 نیرو داره با خودش و آمریکا پیشتر اعلام کرده بودش که جمعاً 30000 نیروی جدید رو به منطقه فرستاده. این از این بابت. و همچنین از خانم سینگ پرسیدن که خب 3 هفته از این کشته شدن یا همون بهانه‌ای که جمهوری اسلامی اعلام کرده که قرار انتقام گیری کنه گذشته، کشته شدن اسماعیل هنیه، آیا عدم تحرک جمهوری اسلامی بابت حضور دولت جدید در تهران هستش که این پاسخ رو گفت؟ So in terms of a timeline, you know, I don't have anything to broadcast in terms of how long. در پاسخ به سوال شما، یعنی زمان پاسخ احتمالی ایران، باید بگویم ما تجهیزات نظامی را به منطقه منتقل کردیم که اگر خیلی رک بگویم بر تصمیم ایران تأثیر گذارده است و بر محاسبات آنها در مورد اگر بخواهند پاسخ دهند و همچنین نحوه پاسخگویی آنها تأثیر خواهد گذاشت. ما نمی‌خواهیم چنین اتفاقی بیفتد، ولی ما 2 ناو گروه ضربت در منطقه سنتکام داریم، هر کدام با 4 ناو شکن، و این یک پیام بسیار قدرتمند بازدارندگی است و همچنین این پیام را ارسال می کند که در صورت نیاز به دفاع از اسرائیل ما در کنار اسرائیل خواهیم ایستاد. خب در همین راسته هم دیروز وزیر دفاع آمریکا لوید آستن با همتای اسرائیلی هودی گالانت هم صحبت کرده. 2 تا محور کلی داشته، یکی بررسی این داد و گرفت نظامی بین حزب الله لبنان و اسرائیل در مرز شمالی اسرائیل یا جنوب لبنان درباره این صحبت کردن و درباره دیگه تاکید مجدد آقای آستن بوده بر اینکه تمامی تحرکات جمهوری اسلامی رو آمریکا از نزدیک داره رصد می‌کنه
میکنه و با آرایش تغییر آرایش یا بهتر بگم افزایش توان نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس و دریای عمان و به طور کلی سنتکام آماده مقابله برای هر نوع تحرک نظامی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش از حزب الله لبنان و حوثی‌ها هستند. آریان